سلام به همه شما همراهان عزیز در کجای این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستید. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، امیدوارم جانتان جور باشه. در این برنامه هم به همراه مادرم قراره چند تا ویدیو جذاب ما هم دیگه ببینیم، بهشون ریاکشن بریم از تازه دوماد دیگه به قول معروف علی سلطان بلاگر معروف ایرانی که با خانم اهل کشور افغانستان ازدواج کرده و حالا اتفاقای جالبی افتاده، حرفهای جالبی هم زده که پیشنهاد میکنم همراه ما باشید. داغ داغ و جدیده. قبلش کامنت شما عزیزان رو میخونم که دوست عزیزی احمد تارا برای ما نوشته سلام خدمت شما مادر و پسر مهربان، ماشاءالله پسرت حرفاش طلاست. بابا این قشنگ بود. خیلی خوشحالم به عنوان یه مادر که حرفای پسرم مورد توجه شما قرار گرفته. قربون شما، خیلی خیلی لطف دارید. من بیشتر کامنت ها تعریف و دمجی از مادر عزیز و گرامی منه و خیلی هم واقعا عشق میکنم، کامنت ها رو میخوام، ولی خب بسطش چند نفرم به من اشاره میکنن، خیلی ذوقم قشنگ بیشتر و بیشتر میشه. دمتون گرم، لطف دارید به من. بچه ها گرفتن زن از افغانستان به این نون و ماستی ها نیست، خیلی سخت میگیرم، به این راحتی دختر نمیدن، زن نمیدن. من که تو افغانستان شناخته شده بودم، پارتیم کلوف بود، دازه کلی رفتم اومدم و منت سر من گذاشتم، خدا رو شکر که تونستم به همسرم برسم. وقتی ازدواج کنی تازه میفهمی که همسرداری و یه زندگی خوب چیه، واقعا تازه میفهمی. انقدر سطح فرهنگ بالایی، همسرداری، خونه داری و جوری رفتار میکنن که اصلا بهترین حس دنیاست. آقا همسر رستم تهمینه بچه افغانستان بود، مادر سهراب از پهلوان‌های به قولی رو گفتن شاهنامه، تخمینه خودش از افغانستان بود. تازه میفهمم رستم چرا زن از افغانستان گرفت، واقعا شیرزنن و هر چی بگم کم گفتم. خدای شکرت بابت این نعمت که به من دادی، اصلا زندگیم به حدی متحول شده این روزا، حال دلم، حال خودم، حال خونه زندگی خودم و خانوادم به حدی خوبه که نمیتونید درک کنید. من آدم نیستم اهل چابلوسی باشم که بخوام بفهمم، میخوام علکی از کسی تعریف کنم، نیستم. بعد خوب هرچی بگم تو لحظه میگم و به حد این روزا حالم خوبه. این حس و حال خوب و برای همه آرزو میکنم، انشاءالله همه خوشبخت باشن و تو زندگیشون از به هرچی که میخوام برسن و لذتشو ببرن. و خدایا مرسی، خدایا مرسی، خدایا مرسی، خدایا مرسی، همچین افتخاری به من دادی که داماد افغانستانی عزیز بشم. تازه میفهمم زندگی چوزم. خیلی خوبه، خیلی خوبه که علی سلطان شوک گذاره. این شوک گذار بودن باعث میشه که آدم هی به خواسته های قلبیش برسه، هی آره حالش خوب بشه، هی انرژی خوبی داشته باشه و خیلی اتفاق خوبیه. کلن همدم و همراه خوب داشتن به نظرم تو زندگی برای هر کسی اتفاق نمیفته. حالا خیلی ها همسر دارن، خیلی ها دوست دارن، خیلی ها مادر، والدین خوبی دارن. این همراه داشتن خوب تو زندگی، زندگی کردن رو خیلی آسان تر میکنه، آرامش میاره به زندگی. دقیقا همینطوره دیگه. تو فکر کن تنها بخوای یک مسیر خیلی صعب العبوری و بری بری بری، هزار تا مشکل و گرفتاری و سختی هست، تنهایی آدم از پس این روزگار بر نمیاد. واقعا حتما آدم باید یه کسی رو داشته باشه کنارش که حالشو خوب کنه و اون کس هم درست باشه ها، یعنی همینطوری یه نفر مثلا پیدا نکنه بگه خب اوکی من بخاطر اینکه تنها نباشم با این نفر باشم بریم جلو، ان شاءالله خدا برسونه. دقیقاً همون منظورم بود که مثلا آره. به آرامش میده به زندگی آره درست که باشه. دقیقاً همینطوری، یه نفری که واقعاً اهل زندگی باشه، اهل تو سختی ها باشه، تو شادی ها باشه، اینا کم پیدا میشه. ولی اگر پیدا کردیم واقعا دو دستی مثل علی سلطان صرف بچسبین که اینجوری حالتون خوب میشه. تو خونه همینه، من شکمو هم خانمم دو مدل درست کرد. آقا الان سرویس دیگه قابلا رو نگرفتم، میام تهران شوش میگیرم دیگه، هم مرغ هم ماکارونی. ای جان خدا رو شکر همین کارا رو میکنه. امیر هم میاد پیشم، آقا الان واقعا خوشحالم. میبینید با چه شوق و ذوقی میای خونه، میبینید صبح با چه شوق، یعنی اینا همه رو من تو چهره تو چشات میکنه. روز چند بار سجده میکنم خدا رو شکر. الهی برای همه در مادرها این اتفاق بیفته، بچه‌هاشون یه جور قشنگی چی میگن مسیر درستی باشن که پدر مادر اینو حس کنن بفهمن. من الان از روی قدم برداشتن تو میتونم بفهمم که حالت چطوره و این خیلی حال منه. خدا روش الهی که این حالو بر من همیشه ثابت نگه داشته باشی الهی، آمین. این بستگی دیگه به تو داره. قبلا می اومدی یه چیزی میخوردی، من چی کار میکردی چی کار میکردی اصلا، یعنی با خدا مادر شما
چیزی میخوردی بعد اصلا خبر نداشتم اون بالا چه خبره، ولی الان دیگه چرا خبر داری؟ این میپی سر بزن من سگ میشی. نه نه نمیفهمی خبر داشتم با اون خبر داشتم یعنی فرق میکنه. الان خدا دلتو خوش نگه داره همچنان همیشه و سالهای سال با همین انرژی با همین عشق ادامه بدی. یعنی مادر پدرها اینطوری هستند دیگه، کلن دوست دارن آره دوست دارن حال خوبه فرزندشون رو ببینن. حالا علی سلطان پسر فرق نداره، اگر دختر هم بود مادر و پدر میخوان که خوشحالی بچه هاشون رو ببینن. یه جور راحتیه و اینا رو خود اینا شما فکر کنم بتونی راحت‌تر ببینید. پدر و مادرم انتقال پیدا میکنه. این که ببینم بچه‌شون زندگیشون مثلا روال افتاده و مسیر درستیه دارن زندگی میکنن خوشحال میکنه پدر مادرم. الان چشه علی سلطانه که میبینیم، ما هم که حالا از راه دور داریم میبینیم چشاش داره میخنده. این اتفاقیه که فکر کنم برای همه باید بیفته، چشاتون بخنده و پدر و مادرتون کیف کنه وقتی میبینن اینقدر حالتون خوبه، اینقدر تصمیم درست گرفتین، اینقدر مسیر زندگی رو دارین درست میبرین جلو. بریم ادامه ماجرا. آقا این یه یخچال فریز دوغول برای خونه گرفتم، این واقعا کوچیک بود مال خودم. خب یه لباسشویی هم گرفتم بزرگتر بشه جا بشه واسه لباسای ما دیگه دو نفر شدیم. بعد این که سری دوستان پرسیدن که آقا رسم دوستان افغانستانی چیه، جایزیه میدن یا نمیدن؟ بله میدن، ولی من خودم نخواستم و بدم میاد از اینکه بخوام بزرگواری کردم میخواستم بدن، من خودم به هیچ وجه قبول نکردم. به نظرم مثلا معنی نداره آقا، وقتی یه خانواده‌ای دارن محبت میکنن، منت سر من میذارن، دخترشون دسته گل ناموسشون رو تحویل من میدن، امانت دست من میذارن، دیگه به قولی رو گفتنی بخوام وسایل خونه رو بخوام بدن که خیلی بده. گفتم آقا هر خودم اولا که خونه وسیله زندگی خونه تکمیل دارم، اسراف به خونه اضافه داره گیرم، هرچی هم نداشته باشیم صبر میکنیم تا دستم بیاد میخرم جاشو پر میکنیم. و اصلا من این رسمه رو وجدان دارم میگم و خودم فردا پس فردا بخون دختر دار بشم جایی بدم جایزی باشه نمیدم. او دامادی که ببخشید خودش خود عروسون دارم مانده که تهیه کنه، حالا چه دستشون میرسی چه میرسی نمیدم، مانده که همین زندگی قشنگی دیگه، خودشون مانده که تهیه کنن کم کم جور کنن، چرا باید به خانواده دختر فشار بیارن که مثلا آقا بخوان به قولی رو گفتن یه اصلا فشار نه دست والشون هم باشه، خودشون زندگیشون باید بسازن دیگه، اونو نم دیرتر میسازن زودتر میسازن، خودشون با کم زیادش بسازن دیگه. آقا من خودم الان دیدم مثلا اینو نیاز دارم گرفت، ولی شرایط زندگی سخت است، ناموسا بر جامعه خیلی سخته. این حرف علی سلطان رو قبول دارم واقعا. میدونیم بعضی وقتا اینقدر فشار میارن، مثلا به خانواده دوماد فشار میارن. شما همیشه صحبت کردید آره. یه ویدیو گفتیم یه ویدیو دیگه بود مراسم آره. ازدواجای افغانستان خیلی پرخرج و فشار میاد. آره همین دیگه، میگم دومادو مثلا میان تحت فشار قرار میدن، آقا عروسی باید بگیری نمیدونم چند صد نفر چند هزار نفر تو سلام بگیری تو افغانستان که نمیدونم 3000 نفر جواهراتو آره جواهر و طلا، بعد از اون طرف حالا تحت فشار بذاری خانواده عروسو که جهیزیه فلان و نمیدونم اینجور داستانا. اینا به نظرم یه ذره سخت میکنه کارو، نه اینکه هیچی نباشه ها، بعد بالاخره یه چیزی داشته باشن جوونا، آره بزرگترا کمک کنن، جوونا خودشون باید قشنگ تلاشگر باشن، ولی نه اینکه دیگه بگیم آقا اول زندگی دوماد بره نمیدونم عروسی فلان چیز بگیره، ماشین فلان چیز، نمیدونم خونه فلان جا، یا نمیدونم توقع داشته باشی از عروس نمیدونم جهیزیه فلان قیمت بخریم، برندها همه برندهای آلمانی ایتالیایی نمیدونم اینجور چیزا شرط بذاری. اونایی که دارن انجام بدن، ولی واقعا اونایی هم که ندارن یه کمکی با هم میکنن. علی سلطان میبینی میگفتن جهازم میخوام بدن ولی من نخواستم، گفتم زیادیه. واقعا همینه دیگه، چه لزومیه واقعا آدم خانواده هم دیگه تحت فشار قرار بدن؟ تهش اینه که دو تا نفری که میخوام با هم زندگی کنم به خوبی خوشی برن زیر سقف زندگیشون آره. کنن اول خدا این فکر میکنم واقعا ببخشید کلی هزینه میشه همینو گرفتن، والله اینقدر راحت داریم صحبت میکنیم، من علی خودم میذارم نشب نشتم بخورم، خدا رو شکر خدا رو شکر سعی این بار کج به مقصد نمیرسه آقا، من سعی کردم بارم درست ببندم صاف ببندم الحمدلله، دیر رسیدم ولی درست رسیدم الحمدلله خدا برکت شد تو زندگی، ولی ان شاء الله همه جوونا وضعشون رو برابر بشه میتونن راحت ازدواج کنن. ولی اگه آقا دست بالتون هم نیست سخت نگیرید، داماد نداره حالا اینو کسی میگن داماد نداره، دامادم تقاضا نکنه، داماد هم اگه خودت هم نداری نم نم دختر بسا خواهر من کنار شوهرت هر چی داره سازش کن با همون کمش زیادش بساز، نم نم با هم زندگی بساز این قشنگه. حالا فکر نکنید من الان بقول رو گفتنی از سر شکم سیری دارم، خیلی شاید بیان تو خود داری داری اینجوری میگی، من اون تو شرط خیلی سخت زندگی کردم، هیچ برای خوردن نداشتم قبلا هم گفتم بچه ها دستبخت خانومم
اولین غذاست و قابلی پلو، یا همون در واقع کابلی پلو بهش میگن، یعنی کابلی پلو بوده که شده قابلی پلو. من با دست چپ نباید خورد، با دست راست بزنم گوشی به اون دست بگیرم قطع کنم بعد بهت میگم ازش چی. حالا اگه دست چپ باشه چی؟ مثلا خب کسایی که دست راستن با راست راحت‌تر میخورن، ولی مثلا اینکه قانون تو افغانستان با دست راست فقط برداری بخوری. شاید ایشون خودش راحت‌تره یا شاید دوربین دستش. آخه گفتش شده. که اون هستش، ولی گفتش که باید با دست راست بخوری. بایده. این باید رو که گفت یه ذره علامساج، یکی دست چپ باشه چی؟ یه ذره سختش میشه مثلا با دست راست بخوری. برام بنویس آیا واقعا همچه قانونی هست یا نه. الله الرحمن الرحیم. ببینیم چجوری اولین غذا رو بخوریم، ان شاءالله که زنده امشب به صبح برسیم. سلام آقای نبایی کلا عالی شد، خیلی خوب شد آقای خانم، هم واسه بالا سرم داره نگاه میکنه خوب شد، یعنی نباقا عالی شد واقعا خیلی خوب. بایی کلا بایی کلا چقدر نرم شد. آقا من از غذا نمیذارم این، چون اولین چی بود و شما غریبه نیستین دارم میذارم، ولی واقعا غذا خیلی شد مثلا نداشته باشم. آقای خیلی خوب شد، دمت گرم. آره آره خوب شد، واقعا خود خود خانم بارش نمیشه استرس داری، خیلی خفن شد، دمت گرم. باری کردم همتون میپرسید چرا زن از افغانستان گرفتی؟ آقا انسانیت حد و مرز نداره، هیچ قومی هیچ نژادی از هیچ کسی دیگه بالاتر یا پایینتر نیست. من همسرمو به خاطر این انتخاب کردم که طرز فکر بالایی داشت، فرهنگ بسیار غنی داشت و از این بابت خوشحالم که مادر بچه هم میشه در آینده و یه سری فرزند عالی با یه تربیت بسیار خوب قرار رو تربیت کنه برام. با هم هم فکر، فکر بزرگی داره، وفادار، کدبانوه و یک زن زندگیه، یک همسر بدون حاشیه است. اصلا این که اهل کجای دنیاست توی عشق هیچ معنی نداره، و این انسان بودنش و اینکه خیالم ازش راحته برام مهمه، نه اینکه از کجاست. و افتخار میکنم، افتخار میکنم که مادر بچه هم قرار میشه. واقعا حرفای قشنگی میزنه علی سلطان دیگه. نه تو چند تا ویدیو دیگه هم من حالا اشاره کردم بهش، میگم تو اروپا، تو آمریکا، تو کانادا اینطوری نیست که بگن آقا مثلا اهل کدوم کشوری پس کلن مثلا دیگه باهات رابطه نخواهم داشت، ازدواج نخواهم کرد، دوست نخواهم شد. خیلی ها رو میبینیم تو همین فرانسه، نمیدونم آلمان، آمریکا عادیه. خیلی اتفاق عادیه که یک نفر مثلا از کشور فرانسه با یک نفر از کشور مثلا کانادا ازدواج کنه، یا یک نفر از کشور نمیدونم نیجریه با یک نفر از کشور مثلا استرالیا ازدواج کنه. بله خب با توجه به اینکه تو کشور حالا کشورها خودمون افغانستان و ایران و حتی تاجیکستان زیاد توریست نمیاد، زیاد آدمهای خارجی نمیبینیم که بیاد و بمونه، بیشتر خودمونیم دیگه. بخاطر همین ازدواج و عروسی کردن با یک نفر که اهل کشور دیگه سیم وقتا شاید عجیب باشه برامون، هستا نمیگم نیست، ولی خب شاید برای بعضی ها قابل قبول نباشه. و حتی اگر بخوان قبول هم کنن مثلا میگن اوکی اگر مثلا ایرانی هستی برو با این نفر آلمانی ازدواج کن، برو با یک نفر نمیدونم انگلیسی ازدواج کن. ولی خب این اتفاق ها، این چیزا دیگه تو دنیا به نظرم حل شده است. اینکه دو نفر همدیگر رو انتخاب میکنن میخوان ازدواج کنن زندگی تشکیل بدن، بعد اخلاقیات همو ببینن، یعنی ببینن آقا اون طرف چه خلق و خویی داره، آیا به هم میخورن، آیا صفاتش خوب داره یا نه، اینها رو باید نگاه کنن. حالا به مسائل دیگه هم هست که اونها رو در جنبه‌های بعدیش باید نگاه کنن. و علی سلطان یه جوری حرفو زد دیگه، من یه جوری تکمیلش کردم. امیدوارم که اون کسی که تو زندگیتون تأثیر میذاره رو یا پیدا کرده باشید یا به زودی پیداش کنید و مثل علی سلطان کیف کنید از کنارش زندگی کردن. اهل هر کشوری هم که از اهل هر کجای این دنیا هست فرقی نداره، مهم اینه که یارتون کنارتون باشه و شاد و خندون باشید به قول معروف. مرسی از همراهیتون، خیلی خوشحالیم که همراه ما هستین. این ویدیو رو حتما لایک کنید، اینستاگرام علی سلطان هم که دارین من باز براتون میذارم داخل دیسکریپشن، میتونید برید حمایتش کنید، انرژی بفرستین براش. و یادتون نره برای حمایت از ما هم این ویدیو رو لایک کنید، برای دوستانتون ویدیوامونو بفرستید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید و تا یک برنامه دیگه شاد و پر انرژی باشید. فعلا خدافظ، در پناه خدا باشید.